درود بر همیانان ارجمند شاهین نژاد هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان نشست دهم ده رو برگزار میکنیم از سلسله گفتارهای بررسی تحلیلی تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رونسانس ایرانی در نه نشست گذشته از آغاز صفویه آمدیم و رسیدیم به انقلاب مشروطیت و اینکه اون چیزی که به نام پیمان مشروطیت امضا شد و بیرون آمد که تا اندازه ای به اصطلاح درخواست ها و نیازهای های مشروط خان رو تعمین می کرد آورد ما رو در شرایط قرار داد در کشور از 1285 خورشیدی تا حدود 1302 که نخست وزیری سردار سپه که بعدها رضا شد یا اندکی پیش از اون اسفند 1299 که کودتای سوم اسفند انجام شد و فرمانده دیویزیون قزاق رضا خان میر پنج رضا آینده وارد پایتخت شد تو این حد فاصل 15 سال برخلاف آنچه که بعضی وقتا تبلیغ میشه که مشروطیت به بار نشسته بود و داشت مملکت به طور دموکراتیک اداره میشد و قوانین از قانون اساسی اجرا میشد و شاه مشروطه در کشور بود یعنی بعد از محمد علی شا شخص احمد شا و بعد رضا خانی اومد و با چکمو علی کرد و بله کرد این در حقیقت این ناحیه است که تمرکز داریم برش در این نشست که بهش بپردازیم و اون 15 سال که 15 سال بسیار سیاهی از تاریخ ایران هم اتفاقا بود و کشور به بومبس کشانده بود و ما قرارداد 1907 رو تقسیم ایران به و نفوذ رو تو همون سالها داریم قرارداد 1919 که خوشبختانه مجلس جلوش ایستاد ولی عملا ایران رو مستمره ای انگلستان میکردم تو همون سالها داریم و تمام حرکت های مثل سیمیتخو در آذربایجان غربی و کردستان میرزا کوچک در گیلان نایب کاشی و 7 ده تا اه، گردن به اصطلاح کلوفت دیگر در اینجا و آنجای ایران رو که کشور رو کاملا به تشتت برده بودن و چیزی عملا از پیکر یک دولت ملت یه نیشن استک باقی نمونده بود رو ما نمیتوانیم این فضا رو به عنوان یه فضای مطلوب دموکراتیک که آزاده که انقلاب مشروطه به سمر رسیده و شرایط گل در نظر بگیریم واقعیت داشت نشون میداد که فروپاشی فرهنگی و اندیشگی ایران که از بیش از هزار سال پیش آغاز شده بود در همین سالهای پس از انقلاب مشروطه داشت کاملا به فروپاشی کشور و تیکه پاره شدن همین گربه که از اون سرزمین بزرگ بر جای مانده بودم میشد که حالا میرسیم به سیر رخدات هایی که از این جلوگیری کرد شهرام گرامی رشته سخن در اختیارت و بریم ببینیم, ببینیم که شرایط و زمینه برآمدن سردار سپه رزاش های آینده چگونه بود و چه گذشت درود چایین جان درود بینندگان بله از اینجا کار <تصفح> ما هم جالب میشه هم دشوار چون هم میهن معمولا بخش بزرگ مطالعاتشون و علاقهشون در زمینه همین معاصرترین بخش تاریخ معاصره میشه گفت تقریبا از همین سر کار آمدن دودمان پهلوی حتی انقلاب مشروطه را معمولا جزئیاتش خیلی نگاه نمیکنن بیشترشون ولی یا از مشروطه یا از دودمان پهلوی اون بخش به این بر همه اطلاعات جزئیاتی دارن بنابراین ما از این بار دیگه دو چندان آزاد هستیم که بخوایم رویداد گویی کنیم ولی چیزی که تا به امروز به نظر من موجود نیست با این همه تراکم آگاهی در مورد جزئیات رویدادها که همه به علاقه دارن چی شد چی نشد کی اومد کی رفت کجا نی... نیروهای استعماری نمیدونم هزینه کردن نمیدونم قرارداد فلان چی شد بنبست فلان چی شد نمیدونم محاصره ایران چی شد جنگ چی شد قتی شد چیزی که این وسط وجود نداره یه دستگاه توضیح دهنده است داستان رو س... بتونه در بستر یک دستگاه توضیحی درست به سامان در... در خودش سازگار به هم پیوند بده و با وضعیت کلونی ایرانی هم ارتباطش بده نکته بسیار جالبی بود که بعد از اینکه این ایرانی ها ایرانی مسلمان چند ست سال در قفلت به سر برده بودن از صفویه به این که در حقیقت فرصت انجام کارها بود کار به اون فروپاشی رسید که ما توصیف کردیم دو, دو سه برنامه پیش این فروپاشی دیگه بعد, بعد از شکست دوم از روزها دیگه گندش که آسمان رو گرفته بود یعنی بعد با سرعت تازه گرفت یعنی حتی شکستشون از روزها هم باعث نشد که یه هم دستگاه اداری بیدار بشه محمد شاه و ناصر شاه همجور ادامه میدادن تا دیگه فروپاشی فیزیکی نهایی دیگه اومد تا جلوی دیدگان همه قوم تا اونجا سب کردن ایرونیا قبل از که جاشون یه بیلی متکون بخورن ام این ایرانی های در حقیقت عصر اسلام که روحشون اینجوری شده تا یه میلیمتر دیگه به فاجعه نهایی نهایی دیگه سب کردن. تمام اون فرصت هایی که دیویس پنجاه سال فرصت بود قبلش که در فراغ برنامه ریزی بشه کارای این همه رفت به کارش منم عرض کردم یه ارتباطی به استعمار نداشت پرت و وقتی این فاجعه جلو چشمشون دیگه یعنی دیگه چکش دیگه داشت که میخورد به ملاج که نابود کنه یهو گفتن که خب ما میریم کار میکنیم زودتون سری میریم ارکان قانونی اجتماعی فرنگ و ور میداریم میریم اینجا پیاده میکنیم بیگمان موجزوار ما هم از فردا دارای همه چی میشیم نمیدم از فلسفه گرفته تا نافگان های فولادی با این منطق گفتن خب ما میلیم این ارکانی رو که در فرنگ هست مثلا اونا سیستمشون رو قانون میچرخه ما زود تون سری قانون میاریم رسانه دارن زود تون سری میاریم همه هم این حالت سطحی که معمولا مسلمان های ایرانی مسلمان بهش گرایش دارن من در مورد سنتشونش گفتم که از راه امتیاز انحصاری بود ولی خودشون کسی به خوش فشار نمیورد ام این انقلاب مشروطه هم آخرش اینجوری بود یعنی یک امید به معجزه الهی بود امه. که اگر ما یه اساسی داشته باشیم و یه مجلس داشته باشیم مشکل حله آره شب میخوابی بام داد پا میشیم این کشور تا مغز استخوان از نظر فرهنگ کاری و اجتماعی و سوخته و نابود شده و فاسد و تریاکی و اینا این یهو یه کشور پیشرفته اروپای مرکزی میشه حالا من یه خورده اینجا اقراقش میکنم ولی در ذهنشون داشتن که نه در پونزه سال اتفاقات بزرگی خواهد افتاد و این انقلاب انجام شد واسه همین هم این انرژی اون لحظه یه انرژی به داخل از خودشون نشون دادن در برخورد با محمد علی شاه چون گمان میکنن که یه معجزه ای بعد از اون رخ میده این انقلاب به پیروزی نشست کامیاب شد یعنی که محمد علی رو زمینگیر کنه و فرمان کلاسیک مشروطیت رو به انجام برسونه ولی هیچ کاری انجام نشد یعنی نیروهای استعماری اولا از همون آغاز بهشون فهموندن که ما اصلا بهتون زور میگیم اگه حالا خیلی هم بخواید کارای انجام بدید برید مثلا مستشار بیرید کار انجام بدید مثلا بهتون زور میگیم دوما خود این ارکان این سیستم اشراف قاجارم هم که بخش بزرگ مهترانم که اونجا بودن که آدم های بسیار بسیار فاسد و بی علاقه به امور بودن روحانیون هم اون وسط آش خودش رو میپختن یعنی یه سری از افراد مثل نوری که اصلا مستقیما میگفت آقا این کارا چیه ما بذار ما تو همون حالت قرن وسطای عصر حجریمون بمونیم یه سری افراد هم که همراهی نسبی میکردن با مشروط منظورشون اونجا یک ایجاد یک جامعه با یک انسان پویای از نو تعریف شده مثلا مثل پروتستانت شمال اروپا نبود و <applause> خیلی از روحانیان که حتی همکاری میکردن تعدادشون این بود که اگه شابر کنار قدرت استبدادی شابر کنار مردم میمونند مذهب ما خودمون برای خودمون یک کسی میشیم مثلا آی بهبهانی که یکی از همینا بود که مثلا اون شخصیت مثبتتر نامش مونده ولی گفتگوهایی که باش مونده نشون میده این بخش بزرگشون حکی آش خودشو میپخت حتی ایشون و از این لذت می برد که با فرو پاشیدن ارکان اداری کشور و این پیش اون مردم می رفتن و می اومدن هر روز نفوذش بیشتر می شد و به اون همه کاره بهش نگاه میکردن یعنی روحانیونی هم که حتی با مشروط همکاری می کردن موضوعشون نبود که این کشور به یک کشور جهشوار انظر فرهنگی منقلب شده تبدیل بشه بلکه شابر ما نفوذمون بیشتر میشه میشینیم تو مجلس یه بخشی از کیک هم مال ماست یه بخشی از نونبربری هم مال ماست درست این نگاه بزن و چجوری بگم وقتی یه قومی در درونش ایدئالیسم نداره دیگه فضیلت نداره فرهنگ کاری نداره تقسیم کاری نداره مسئولیت نداره همت نداره این مجلسه چیزی نیست جز رفتن توش و این بربری رو تقسیم کردن دقیقا خیلی جالب اشارم جان که شخصیت مثل مصطفی الممالک موقعی که مورد حمله قرار گرفت درباره همین مسجد و اون مجلس و همون فضای سیاسی گفت که من نه آجیل میدم و نه آجیل میگیرم یعنی صحبت سر باجگیری و سنخایی بود و فکر میکنم این بحث و جدل بین مشروط خواهان و مشروع خواهان هم تا اندازه زیادی همین بود یعنی روحانیونی که مشروط خواه بودن مثل بهبانی و تبا تبایی و دیگران میگفتن بخشی از قدرت هم مال ماست به قول شما یه برشی از کیک مال ماست و مشروع خواه مثل شیخ فضل الله میگفتن نه همه کیک مال ماست هیچ دیگه نباید بخوره ما هستیم که باید بر اساس ش... شریعت قدرت رو در اختیار بگیریم و اینکه کسی تصور بکنه در ذهن همیان من و شما که از 1285 تا 1300 اون 15 16 سال ما یه جامعه مدنی داشتیم و احزابی که تشکیل شدن کار حزبی میکردن به گونه ای که رقابت های جانانه ای بود و نمایندگان مردم که تو انتخابات اتفاقا درستم انتخاب میشدند یعنی رأی واقعی داده میشد الان داشتن مملکت متحول میکردن جدا از تمام دلایل تاریخی که تو نه نشست پیشین گفتیم که این گونه نبوده چون پتانسیلش نبوده گنجایشاش نبوده افزونه بر اون توی کشوری که هنوز یه مقدار بافت به زندگی مردم قبیلگی و ایلاتی بوده طبیعی است که هر منطقه آدم با نفوذ میاد یا خودش میره مجلس یا پشتیبانی مالی میکنه کسی دیگر که بره مجلس حالا به گونه‌ای در جهان مدرن هم امروز این گونه هست ولی اونجا این گونه بوده و اگر فکر کنیم که کسانی که رفتن مجلس الزامن شخصیت های برجسته بودن و دلسوز بودن فکر کنم یعنی که با واقعیت های آن روز جامعه ایران کلا بیگانه دشواری کار در اینه که وقتی یه قومی ایدئالیسم کاری نداشته باشه هدف پیشرفت نداشته باشه انسانش انسان آزاد و مسئول و سخت کوش نباشه من یکی دوباره عرض کردم هیچ فرقی نمیکنه شما اونجا یه پادشاهی استبدادی یه مجلس داری خب این پاکستان خود مجلس داره دیگه بله بزرگترین دموکراسی است اونو هند بله بله شما اون انسان اول باید دنبال پیشرفت باشه دنبال کار و همکاری باشه بعد شما حالا یا مثل زمان پروس ها تو آلمان قدیم قرن 19 هم دکتاتوریه بازم میبینی تخت گاز پیشرفت یا اینکه دموکراسی مثل همون زمانش انگلستان بازم پیشرفت برعکس تو دو دوران ما اگه قومی فرهنگش از د... فرهنگ کاری نداشته باشه فرهنگ وجدان کاری نداشته باشه هم فرهنگ هم همکاری نداشته باشه ایدئالیسم کاری نداشته باشه دموکراسی هم فاسد دیکتاتوری هم فاسد من البته نمیگم که اونا انقلاب نمیکردن این قانون مجلس نمی ما که بخیل نیستیم عرض من فقط اینه که تغییری تو زندگیشون انجام نداد یعنی اینکه این اون معجزه‌ای که گمان میکردن از کنارش میاد بیرون بیرون هیچ چیزی رو ام و 98 درصد هم گمان میکردن که تو اون مجلسی یک کیک قراره بشه یه, یه بربری قراره تقسیم بشه م. حالا دو سه چهار درصد ممکنه آدمی که اونجا یا آرزوهایی هم برای کشور داشته باشه هم بود م. ولی اونا هم بیچاره ها تو مغلطه به سر می بردن. اونا هم سیستمشون این بود که یه سری افراد بودن برآمده از اخشار بالای روزگار قاجار با امکانات مالی میرفتند فرنگ چند تحصیل میکردن میدیدن اینها برمیگشتن یه عالم آرزو داشتن که ایران مثلا چه چی چیزهایی چیزایی باید داشته باشه ولی نمیدونستند که خود فرنگ بر چه ارکانی جلو رفته چند صد سال تا به اونجا رسیده نتیجه رو میدیدن نتیجه نهایی رو میدیدن پر از آرزو و حتی یعنی آز برای پیشرفت کشور اینا میومدن و کجا آغاز کنن و در اقلیت محض هم بودن یعنی بخش بزرگ بزرگ بزرگ, بزرگ همون نون بربریچی ها بودن درسته. چنان که هنوز در قوم ایران همینه شما الان چه به وضعیت جمهوری اسلامی نگاه کنی این هم اختلاسا که اون جمعش سر چیه مثلا با این روشن های ما که صحبت کنیم میگه آقا سیستم خیلی فاسده چون مذهبی و قرن وسطایی از این نه آقا اگه آدماش آدمای سالمی بودن دینش هم سالم بود خب اون دینه ناسالم بوده که ناسالم شدن اون بحث بذاریم کنار که خودشون از اسلام انسان فاسد میکنه اینا به همدلله همه فاسدن <applause> ولی اگه به جای اسلام اونجا مثلا یه آینه پروتستانتیزمی بود یا یه آینه زرتش بود خیر شما با نهایت تعجب میدیدی که تو دین سالاری اونان یه جامعه سنتی شده بودن درست فضا بسته تر بود چون دکتاتوری ها اینجوری دیگه بس. فضا بسته تر بود و یه خورده بگیر و ببند بیشتر بود و اینجا افراد مثل مورچه دارن میام فقط میسازن فساد جمهوری اسلامی هم هم جنس طبیعی اون فساد روزگار قاجاره ایرونی این وسط تغییری نکرده پهلوی ها اون پنجاه سال کاری که کردن فقط چیز آخر تو, تو روح اینا اثر نکرد اینا بخش بزرگش اون انسانهای ناکارآمد و خودشیفته و مصرفی و بزن و ببری که تو اون هزار سال شده بودن موندن ام. حالا ما به اون روزگار برسیم بعدا از جالبترین بحثای ما نوبت فرایند توصیف توصیف فرایند سقوط محمد رضا شاه پهلویه که چگونه وقتی که پس از پنجاه سال که او و پدر با زور این جامعه رو برده بودن به مسیری که فرم بگیره م. یعنی کارهایی که دموکراسی تفلی تو دیوی سال هم نمیتونست انجام بده چون بعد شما خلاف جریان آب تو جامعه شنا کنی و دموکراسی اصلا نمیشد به اون حالت م. حالا اینا که با ابزار دیکتاتوری این راهو برده بودن ما بعدا بهش میرسیم که این راه بالاخره برده بودن اصلا دموکراسی نمیتونست این راهو بره تو ایران آخرش وقتی که فضای باز سیاسی اومد محمد رضا شاه که بیمارم بود و اون لحظه کمک نیاز داشت از ارکان قوم و از مهتران قوم یهو در شگفت شد که فقط با مشتی مالی خولیایی برخورد کرده مه. از ارکان نمیدونم جپه ملی گرفته تا خود رفتاری که بدنه قوم باش تو خیابونا میکردن و اینم چون بیمار بود و میخواست به هر بهای شده که پروژه آزادسازی کشور یعنی اون فضای باز انجام بشه که بتونه ترانزیت کنه دا هنگامی که هنوز زنده است ولی میدید که فضا رو باز میکنه قوم به جای که باش همکاری کنه مهتران به جای که احزاب بزنن پایه بریزن با او صحبت کنن که به چه شیوه ای ما این قدرت رو از تو بگیریم دارن فقط بهش دشنام میدن قومم که ریخته داره حمله میکنه بانک آتیش و پاسپا میکشه درسته. یعنی الان ما به اونجا میرسیم که ای این... بذار یه مقدار برگردیم به همون دوره که هستیم نه من میخواستم این, این, بگم که این این پرانتزی که میخوایم واردش بشیم هم. که رضا اولا وضع قبلش چطور بود درست این وضع آخر سر چه قدر شباهت داره به روح همون ایرونی مسلمون کلاسیکی که الانم بعد از انقلاب دوباره خوش بازسازی کرده درسته ام، یعنی تغییراتی انجام نشده این روح اینقدر کانسرواتیو از درون اینقدر جور دیگه است که 50 سال اون کوششی که به این چیز کنه که زیاد بگیره اثر نکرد اه. و من عرض کردم که اینا همونایی بودن که سی سال جلوی شاه عباس ایستادگی کردن وقتی میخواستش که گشایش های مثل پتر مانند رو به ایران بره پتر کبیر رو و همون سی سال شاه عباس با اون همه فشار و همتی که او گذاشت به شکست خورد پنجاه سال پهلوی هم به شکست خورد یعنی جان پیروزی هایی و من فکر کنم پنجاه سال پهلوی به دست آورد ببینی اتفاقاتی که در دوره رضا افتاد تو برخی موارد غیر قابل بازگشت بود مثلا در ایران و افغانستان تقریبا جایی با فرهنگ مشابه همانند تو دوره رضا ایران و افغانستان چند تا با هم نداشتن بخشی از خودمون بود که دیگه پاره شده بود جدا شده بود در دوره رضا یک کشف اجاب اجباری در ایران با زور انجام شد 1314 به 6 سال هم نرسید که شهریور 20 شد متفقین ریختند و رضا شاه تبعید شد یعنی ما پنج سال و نیم در ایران کشف اجاب داشتیم و بعد آمدن متفقین و دوباره ارز کنم در آمدن چادر مشکی و اینا فضا رو دوباره برگردون به دوره پیش از رزاشا ولی این پنج سال و نیم توی یادگار و تو خاطره مردم ایران موند و حتی اونهایی هم که رفتن و این خودکشی کردن سال پنج و, و انقلاب ایجاد کردن یا عزب... تو اون حرکت بودن نتوانستند نتوانستند که توی چل یک سال گذشته زن ایرانی رو برگردونن به پستو در حالی که در افغانستان تنزه زیاد این کار شد در ایران نشد و من کنم تفاوت اینا همون پنج شیست سالی بود که با زور و با چکمه رزاشا موفق شد کشف جا در ایران اعمال کنه یعنی در حقیقت غوری که از چراغ جادو بیرون اومد یعنی زن ایرانی که از تو پستو اومد بیرون دیگه نتونستن برش گردوندن برش گردوندن افسون بر این که چلو یک سال بگیر و ببند تبلیغات، جنگ روانی تحقیر زن، اخراجشون از ادارات نتونست باعث بشه که زنان ایران کاملا با هجاب باشن هنوز میبینیم سال به سال شمار بیهجاب ها داره افزایش پیدا میکنه حتی در شهرستانهای کوچک من فکر کنم یه سری دستاورد ها ماندگار شد. نشد چرا؟ آم ببین شانجان، اول ام 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 اشتباه فهمیده نشد سخنان من. من ارز کردم که کارهایی که در زمان پهلوی شد تو اون پنجاه سال مجموعا امکانات حکومت اتوریتر که ما حالا میخوایم بهش برسیم چون میخوایم بازش کنیم داریم از پیش خورده در اشتیاق ایجاد میکنیم توی شنونده مثلا داستان چیه این پرانتز پنجاه سالی غیر عادی چی بود این که این کارا که انجام شد کارهای خیلی خیلی بزرگی بود و غیر عادی بزرگی بود و اصلا برای ایران غیرعادی بود و در دستگاه دموکراتیک هم به این حالت نمیتونست انجام بشه درست. این مثلا همین آغاز گفته باشم چه هم به این نداره که ای آدم با دموکراسی مثلا مخالفت کنه خیر من دارم میگم که در جامعه ای که از درون کاملا فاسده شما با ابزار دموکراسی نمیتونی خلاف جریان آپشنا کنی بخشی از همون جریان میشه دیگه بخشی از همون جریان میشه, میشه پاکستان <applause> پاکستان هم تفری دموکراسیه ولی هی در, در, حقیقت باطلاق باطلاق دست و پا میزنه درست شهست افتاد سال که عقب میده اصلاحی انجام نمیشه اصلاحی نمیشه و خود ترکیه هم در حقیقت کردن کوشش کردن خود دموکراسی رو باز کنن داره در عقب میره اینی که کلا این بحثی که ما دموکراسی نمیشه تو اون جامعه اسلامی درای در اصلی رو باز کرد یه بحث بزرگی که ما سپستر بهش میرسیم هم. این هم خب خیلی ها ممکنه خورده سرخورده بشن به ما یه خورده اشکال هم بگیرن بگن وای دوتا تا هواداران استبداد مدن نه خیلی من نمیگم مثلا ایران دموکراسی نداشته باشه میتونه داشته باشه مردم دوست دارن دارن ایجاد کنن از هیچ ای هم نداره دیگه وقت اون کارهای استبدادی هم دیگه گذشته این دوره ولی عرض من اینه که این, این کسایی که پس از 60 70 سال میشنن و به پهلوی ها درشت میگن اینا کاملا توی جهان تخیلات دقیق واهی به سر میبرن بعدا را رو به هم ارتباط میدیم وقتی که مثلا به روزگار روانشاد مصدق برسیم که اگه پیروز میشد احتمال اینکه در کشور فاجعه میشد یا اینکه اصلا کار پیش نمیرفت چندین برابر بیشتر بود تا اون اتفاق تا اینکه پس از 28 مرداد یه کاری کشور انجام بشه برخلاف اون چیزی که خیلی از روشن فکر گمان میکنن که نه اگه اون مرد مثلا خوش و تحمیل کرده بود حالا شاه رفته بود تبعید جمهوری شده بود نشده بود هرچی بود اینا بعدا مثلا چیز میشد چه گشایشی رخ میداد ولی اونا در مورد حالا شخصیت رضا شاه چون تو همون دوره است که دیگه داره اون چهره تاریخی شکل میگیره و عصر رضا شاهی پس از اون آغاز میشه میخواستم ببینم آنالیز چیست آیا رضا شاه حالا من میرم عقبتر سرهنگ رضاخان یک افسری است یک اصطلاح پاکزادی از سوادکوی مازندران که بنا بر خوی نظامیش یک حس میهنپرستی داره و این یه حس احتمال داره آگاهی هم همراهش نباشه میاد بر اساس یک سری خیشکاری که برای خودش متصوره و وضعیت رو میبینه حرکتی میکنه و بعد به مرور همینجور آدم های متفاوت میان تو مسیر زندگیش و میان بخشی از تیمش میشن بهش اندیشه سیاسی میدن و یک برنامه میدن در راستای ایرانیزه کردن کشور ایرانیزه به معنای ایران کلاسیک منظورم نه ایران اسلامی یا اینکه نه این آدم شکل گرفته شخصیتش میدونه چی میخواد و با این نیت و با این انگیزه و برنامه حالا با همراهی کسانی که با هم دیگه تیم شده بودن میاد و سوم اسفند 1299 وارد تهران میشه کدومی که از این دوتا رو نزدیک به واقعیت میدونی؟ بله حالا ما پس از اینکه یه خورده برانگیخته کردیم شنونده رو که این پرانتزی که ما الان میخوایم توصیف کنیم پرانتز غیر عادی در تاریخ ایران بوده مم. حالا میخوایم یه خورده به این برسیم که این پرانتز رو بررسی کنیم مم. که سرآغازش با رضا شاه بوده در آغازش رضا خان بوده و بعد این ایشون مثلا یه برآوردی ازش بیدیم که برآوردی برای نخستین بار ابجکتیو چون برآوردهایی که توی جامعه ایران چه از هوادارانش چه از مخالفانش داده میشه همش برآوردی عصبی احساسیه <applause> برآورد ابجکتیو یا ام ام چیز کنار کشیده من تا نیدم که واقعا بیطرفانه نگاه کنه و بخواد جویای اینکه فقط مکانیزم کار چی بوده <applause> حالا میخوام این پرانتزه رو باز کنیم این رضا از کجا برآمد رضا شاه که برآمده مازندران بوده بیگمان یه چند تا فاکتور رو از اول در درون خودش داشته که این فاکتورها کمکش کرده مثلا از اینکه خیلی در فقر بزرگ شده در نوجوانی و اینا حتی یه روحی قلدوری و حالت نیمه لوتی و لاتی هم داشته اینا رو, هم رو داشته ولی این ریشه مازندرانی بالاخره یک تخمی رو از آغاز در او کاشته که از بقیه جهان ایران کمتر اسلامی بوده یعنی به خاطر اون وضعیتی که مازندران و گیلان خیلی دیرتر اسلام آوردن و بیشتر مثلا داوطلبانه آوردن اصلا این تشیع عجب و غریب ایران هم اونجا بیشتر شکل گرفت و اینها چون استقلال روحی داشتن آخر سر راه خودشون میخواستن برن تا زمان رضا شاه اگه کسی پا شد میرفت اون روستاهای گیلان و مازندران الان که دیگه بس که دیگه همه رفتن و اومدن همه جو ویلا خریدن همه هم, هم قاطی شدن ولی تا اون اینجوری بود که اگه یه کسی از مثلا قوم که یکی از مناطق خیلی عرب زده ایرانی انظر فرهنگی روحی این مثلا پامی شد میرفت به مازندران حس میکرد که از یه جهانی به یه جهان دیگری در اومده و این منطقه یه, یه ای از ایران باستان رو در درونش قویتر نگه داشته من خودم هم مازندرانی چند تا میشناسم هم گیلانی اینا یه فرقای دارن با بقیه ای ایرانی ها یعنی که کلاسیک از روستا اینا اومدن رو اونجا دارن ارتباطشون با ایران قدیم از دیکتره اینم ربطی نداره که حالا اینا حتما این آدم مثلا میهن دوستن شاه دوستن چی دوستن اینا روحشون روح مستقل تره. یعنی همون روح هندو اروپایی نمیخوام نم واژه آریایی رو بگیم آریایی تر کلاسیکه امه. حتی یادم مثلا مثل احسان تبری هست مثلا دشمن مثلا دستگاه پهلوی هم بوده امه. و گمان می که مثلا اگه ایران همکاری نزدیک داشته باشه با کمونیسم و با شوروی مثلا این به سودشه امه. ولی مدل انسانش مدل انسان ایران کلاسیک احسان تبری یعنی یک 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 فردیه کاملا مستقل امه. و انرژی درونی یعنی این آدم موالی بدبخت نیست درست حتی اون شاملوت که تو خیلی موارد خل و چل بود حالا دارم بخیار رو میارم که ریگی هم در دا کفش داشتن درست اونا, رو من دارم مخصوصا نمونه میارم نه اونایی رو که دیگه از برجسته بوده ام. حتی ایناشونم که راههایی رو رفتن که شاید برخی بخواد نامش رو انحراف بذاره انظر ایدولوژیک ولی انسانش آ... انسان فرومایه و موالی نبود نست. یه ارتباطی اینا هنوز دارن یا داشتن قدیما قبل از که گفتم همه هم, هم قاطی بشن دیگه اینا یه ارتباطی داشتن با ایران باستان و از یکی از این روسته هم این پسر به دنیا آمد که بعد اومد و از برامد از فقر خانوادگی و سختی کودکی و اینها ولی از اون محیط برآمده الگوهایی که از کودکی دیده از خیشاوندا از همسایه ها اون بوده و وقتی که ایشون به خدمت در بریگاد قزاق درآمد، که از پایین این رده آغاز کرد مثل اون کسانی دیگری که بدون پارتی در حقیقت باید از پایین آغاز می از اولش که گویا تمام این مراتب رو تا بالا رفت مسائل رو یه جور دیگه برای خودش گوارش کرد تا خیلی ایرونیایی دیگه که اونجا کار میکردن درست ام... مثل اون داستانی بود که گفتم که این هندی که رفته بودن ببخشید این پارسی که رفتن هند گریختن مثل یه سلوله مثل یه لوله آزمایشگاهی بودن که از جامعه ساسانی باقی مونده خیلی کوچیک. درست ولی وقتی با انگلیسی ها برخورد کردن یه جور دیگه است اصر صنعت و گوارش کردن تو تا تمام اون که هندیا درست مثلا تمام صنایعشون دست این نمیدونم صرف و مایز صرف 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 یک درصد اینا افتاد درست اون یکی 200 میلیون بودن اینا نمیدونم 20 هزار نفر بودن کار صنعتی رو همین 20 هزار نفر واسه انجام دادن این بازمانده بازمانده تکس لولی حالا از این لول آزمایشگاهی نیم ایرانی مانده اونور البرز <applause> که رضا شاه بود وقتی اومد و در بریگاد قضا خدمت کرد و برآمد و با روش کاری فرنگی ها برخورد کرد یه جور دیگری تمام دیده ها رو گوارش میکرد تا اون یکی موالی شده ها و بدبخت ها <applause> اینو من اینجوری توضیح میدم استقلال روحیش که ما, ما میگم تو خیلی مازندرانی ها و گیلانی ها داریم با بقیه فرق میکرد و خیلی آشکار برای خودش بعدا از درون یه تصمیماتی گرفته بود می... که همراه و برآمده بود همزمان با یه میهندوستی عمیقی دا... که داشت درست. که این میهندوستی باز دوباره خیلی اوقات تو اون روستاها و تو مناطق باید دست نخورده تر مانده فراموش نکنیم همین شاه اسمایل خودمونم ورداشتن بردن تو گیلان بزرگ شد رست. و مربیاش اونجا شیعه های متعصب گیلانی بودن که از صبح تا شب برای شاهنامه میخوندن این شیعه امروز نبودن که من آیت الکرسی میخوندن و یکی شاهنامه از هم خیلی محسنه شرم بله. این بافت کوهستانی بافت جنگلی روستاهای تقریبا از همدیگه با فاصله و راه های سخت برای رسیدن به روستاها یه مقدار یک استقلال روحی به خود شخص روستایی میداد تو مناطق به کوهستانی مازندران و گیلان به نظر میاد با فردی رو که در گوهرش این مایه رو داشته طبیعتا لباس نظام پوشیده مفهومی به نام میهنم براش کاملا شناخته شده است و احتمالا به خاطر هوش ذاتیش یه مقدار از اصول فرماندهی و مدیریت رو هم تو تمام این سالها فرا گرفته و عملا با کنار زدن فرمانده روس دیویزیون قزاق در یک کودتای نرم تنها نیروی نظامی روپای کشور رو در اختیار میگیره فاکتور دومو گفتی فاکتور اولو که من بنز کافی هنوز نگفتم ولی تو برنامه دیگه که حالا فرار که نمی کنیم بیشتر میشکافیم که اون منطقه‌ای که این ازش برآمده بود چالات روحی به اون, به اون سراغاز بش داده بود که این موالی نبود مثل خیلی از ایرانی های بقیه فلات اه. این مازندرانی و گیلانی این مدل آدم زیاد دارن یعنی یه سیستماتیکیه توشون تک و توکی نیست اه. خیلی اوقات هم آدم قدم هستن ولی اون ایندیویدوالیسم اون ایران باستان هنوز تو خیلیشون زنده بود ام و اینا رو که داشت بعد فاکتور دومو گفتی هوش مادرزادی هم که سر جاش بدون اون که اصلا نمیشه این کار رو انجام دادی. اون پیش فاکتور دوم این بود که تو این کشوری که همه چی خلای قدرت شده بود و همه چی سوخته بود و همه چی مالیده بود و اینها همین بریگاد غنزاقی که زمان ناصرالدین شاه به شیوه عجب و غریب که من گفتم از سوی روسا اونجا برساخته شد یه حالت قدرت انحصاری پیدا کرد درست. این فاکتور شاید آخر حتی مهمترین فاکتور بود البته خب این فاکتور دستی آدم میدادی که اون حالت روحی نداشت و استفاده نمی ولی این فاکتور که قدرت انحصاری بود بعدا سرمنشای خیلی کنشهای های عجب و غریب شد مه. مثل الان مثلا در جمهوری اسلامی هستش که 80 تا سیستم امنیتی و آدمخور و هستن که هم هم دیگر کنترل بکنیم یکی هم از یکی مسلمان‌تر و کل خرابتر و اینها در این وسط اگه یک کسی هم باشه بخواد یه کاری بکنه تو نمیتونه نه ها هزار نفر اونجا آدم جاهل و بیگانه پرست هستن که منتظرن که اگه یادم بود بگیرن بکشنش در زمان رضا این انحصار قدرتی که در این بریگاد قزاق بود یک اهرم کاری غیر عادی پدید اومد این تمام پدید اومدن پهلوی فرایند غیر عادی بود کاملا. یه آدمی از یه منطقه ای که اونجا اسلام کمتر نفوذ کرده تو سلولای مغزی افراد برآمده ام. این اومده در یه فضای خلای قدرت در تنها بریگاد نظامی افتاده اونجا رشد کرده و اومده بالا و بعد یه ویژگی های مادرزادی فردی هم داشته همه چی رو گوارش کردیم. <تصف> یه آدمی بوده که از نظر نقش ریزی هم استعدادش بی اندازه غیر عادی بالا بود یعنی با نبوغ پهلو میزدی کنار اینکه مدیر بود رضا شاه یه ویژگی عجب غریبی هم داشتش که میتونست نقشه هاشو برای خودش سالها پنهان نگه داره این توی فضایی که همه فاسدن همه وابستن همه به هم دلاتریاکیان این مسئله خیلی مهمه که شما یک نقشه پنهانی رو علیه خواست همه در حقیقت جلو میبری این به این معنی نیست که شما آخر کار میکنید درسته حالا ما بعدا بهش میرسیم که رضا در نیمه دوم حکومتش چجوری به انحراف نسبی رفت ام. اون دوران که استبداد بینیاز رو پدید آورد ولی اگه شما تمام این نبوغ رو نداشته باشی اصلا به با اون کار از اون کارت اونجا نمیرسی که او رسید درست این آدم با اون میهم پرستی و بعد همزمان با اون استقلال رای درونی و بعد با اون دوره‌ای که دیده بود و همزمان با قدرت انحصاری بریگاد غذا تو یک موقعیت استثنایی تمام غیر عادی تاریخی قرار گرفت که در و فرصت آستان... نکرد و فرصت نکرد فرصت انگامی روزی. که جنگ اول تموم شد و متفقین از جنگ وحشتناک خسته یمان یعنی نگو که آلمان جنگ و باخته بود و از اینه یه درصد بهتر بود نه تو اون چهار سال داغون شده بودن یعنی اقتصادشون و روحشون و همه چیشون اینها انگلیسی ها هم روسا که اصلا تو انقلاب کمونیستی از بین رفته بودن یه قدرت اونجوری رفت پیکارش حالا ببین چند تا فاکتور گرده هم میان انگلیسی ها هم از درون سوخته و خسته درست. یعنی اسمش اینه که اینا جنگو بردن ولی ایستاده در حقیقت مرده بودن کاملا وقتی که آیرون ساید قرار بود که یه جوری کار منطقه رو رله کنه این فقط میخواست این هرچی نیروی انگلیسی از زودتر از ایران ورداره ببره اینا از جنگ اصلا خسته شده بودن داغون شده کسی که حالا حاضر خدمت اصلا دور دست از میهن ورداره ببره عراق و جای دیگر که از عثمانی گرفته بودن یه خورده سامان بدن ایران میخواست هر چه زودتر به خودش بسپاره البته بدون اینکه حالا منافع انگلستان اونجا کاملا بسوزه ولی اعصابم دیگه کسی نداشت که اگه مشکلی پیش بیاد مثلا خودش بخواد 60000 تا نیرو پیاده کنه همون هزار زارتایی که تو ایران بود میخواست خارج کنه هر روز تون 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 میخواست فقط برداره ببره اعصاب در نمیدونم با میرزا کوچک خان و افراد دیگر سپاراتیست توی داره واسه اینکه این واحد ایران نگه نداشه نداشت رو آیرون سایت حالا نکته بسیار خندهدار اینه که از نام ها گفتارها و منابعی که از اون زمان مونده بخش بزرگ مهتران ایران امیدوار بودن که انگلیسی کنترل کشور رو به دست بگیرن مهم. یعنی نه, به اینکه ایران رو مستمره کنن ولی کار ایران اونا انجام بدن این تجزیه طلبا هم اونا نابود کنن امنیت رو ایجاد کنن بعد ایرانی ها مثلا کم کم از اونا یاد بگیرن یا همچی آ... بس که امید رو به خودشون از دست داده بودن که یه کاری اصلا بتونن جلو ببرن شاید قرارداد 1919 وسوق الدوله هم که امضا شد با انگلستان که عملا کشور رو مستمره انگلستان میکرد نه ولی عملا پایه همین بود یعنی تصور کرد که دیگه فایده ای نداره خب واگذار کنی به اینا ببینیم اینا چه گلی میخوام به سرمون بزنن من برای همیانانی که ممکنه مقدار تاریخ جنگ جهانی اول رو رخداد ایران رو با هم دیگه نتونن منطبق کنن جنگ جهانی 1919 همون شد یعنی یک سال پس از اون رضا خان سرهنگ رضا خان رضا آینده با دیویژن قزاق وارد تهران میشه کودتای سوم اسفند یعنی فاصله جنگ تا کودت رضاخان خان فاصلش حدود یک ساله و بعد دیگه تو اون شرایط تصورش هم داشته باشید که انگلستان در دوره که در ایران حضور داره شهرام شارکت به 6 هزار تا نیرو غیر از اون نیروی پلیس جنوب رو ایجاد کرده بود که وظیفش پاسداری از تاسیسات نفتی جنوب غربی کشور بود و نیروهای مسلح ایرانی استخدام کرده بودند که اینا حقوقشون از انگلستان میگرفتن و کارشون پاسداری از منافع انگلستان بود بنابراین کشور عملا از نظر نظامی و از اقتصادی که خوب ورشکست بود از نظر نظامی هم عملا دست انگلستان بود تنها نیروی نظامی که قاعدتا باید از دولت ایران فرمان میگرفت همین بریگاد قزاق بود که فرماندهاش از روسهایی بودن که مخالف بولشویکا بودن روسیه های سفید بودن روس, روس طرفدار تزار که بعد در ایران موندگار شدن در استخدام دولت ایران بودن و اواخر دیگه سرهنگ رضا خان رضا شاه آینده موفق شد اینا رو کنار بزنه و خودش فرماندهی بوده گرفت اندکی پیش از کودتای سوم اسفند این نکته فقط خیلی کوچیک بی اهمیت جنگ اول رو به پایان سال 18 تموم شد ولی خب تا اون مشکلاتش تا به 19 ادامه داشته این نیروها گرفتار بودن اینها و بعد 19 رفتن که دیگه قرارداد ورسای آماده کنن همون اوایلش قرارداد شکست آلمان رو ام... این دکتر گفته اینم خیلی مهم بود من هموطن رو برای اینکه بدونم جایگاه ما چی بوده شهرام اشاره کرد به قرارداد ورسای پس از پایان جنگ برندگان جنگ نشستن در فرانسه که تکلیف جهان رو روشن کنن. خب ایران هم به خاطر اینکه تو جنگ اشغال شده بود و کلی هم ایرانی مرده بود به خاطر گرسنگی دولت ایران نمایندگان فرستاد که به ریاست فروغی رفتن اونجا که حق ایران رو بگیرن تقاضا خسارت کنن و اصلا راه ندادن اینا رو اصلا اینا رو به داخل کنفرانس تو مدت راه ندادن و اینا مدت ها در فرانسه موندن و یک پنی ایران نتونست خسارت بگیره این شرایط در دوره احمد که ما داریم صحبت می‌کنیم. ببخشید شرم جان ادامه باش بکنم. نه حالا ما دو... من میگم من از همشینو پیش بایست میذارم که شنونده های ما این تاریخ چون علاقه دارن جزئیات هم رو میدونن که نمیدونم آیرون ساید چیا گفته بود در مورد وضعیت ایران ایم. چه برآوردی از این احمد شاه داشت و اون دوروریاش چقدر اینا رو مسخره میکرد چقدر بهشون دشنام میداد آیرون سایدی که کارمند استعماری بود کم کم دلش واسه ایران سوخته بود یعنی توی نوشتهاش هاش یادگاراش و نامنگاریاش با مرکز کم کم دیگه عصبانی شده بود از میزان فساد و حماقت مهتران ایران و اون موقعی هم که البته میخواست کم کم بیشتر اعتماد کنه و کارا رو یه جوری بسپره به رضاخان یعنی بسپره بریگاد فعلا بهش بسپره بعد ابتکار عمل در آینده رو چون بعد از انقلاب کمونیستی بریگاد زیر کنترل انگلیسی ها افتاد اونجا که دیگه پاشید رفت دیگه روسیه آه. یه مدت اینو ادمنستریت میکردن میگردوندن بعد میخواستن یکی از داخل ایران اگه آدم با ارزه باشه خودش بگردونه که اون فقط وظیفهشون کمتر بشه پاشن هر چه زودتر برن آیرون سادم وقتی رضا خان رو برای این کار برگماش هیچ عذاب به جای نداشت که مثلا این رضا خان ممکنه بیاد بعد اون رضا شاه بشه و مثلا برای انگلستان موی دماغ بشه اه. چرا چون در در تخیلش اصلا نمی گنجید که تو این کشور تماما فاسد و تریاکی و رو به قبل دراز اصلا ممکن اتفاقات قابل توجه بیفته که یه کسی موی دماغ بشه اصلا میشه تصور کنه درست مثل این هستن که خیلی 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 عقب ماندن الان تو هم به عنوان کارمند استعماری بفرستن اونجا خیلی نگران نیستی مثلا از میون اون آدم های فاسد 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 حالا یکی رو که یه خورده با عرضه تره بر کار برگماری و بری به رو فعلا یه خورده سامان گرفتن ولی خطری هم که نمیتونن بشن خود انگلیسی ها بعدا از رویدادهای های زمان رزاشا خب یه خورده جا خوردن و آیرون هم منظور خیانت به کشور خودش نداشت وقتی ما یه آدم با عرضه رو کرد رئیس بریگاد اون فعلا میخواد با یه کسی باشه برخلاف اون یکی چیز در حقیقت آدم فاسد مهتر قاجار یک کسی باشه که بتونه سرطه کشور رو نگه داره بحران رو که اون لحظه بیداد میکرد من جمله جنگ قیام جنگلی ها رو میرزا کچک خان رو که هر لحظه میخواستن تهران رو بگیرن بزن بگیرن و بحران های مرزی دیگر رو کنترل کنه ما با این همه خستگی و فرسودگی بعد از جنگ جنگ اول پاشیم فعلا بریم اینا فعلا خودشون خودشون رو بگردونن حالا ما دست استعماریمون که بالا سرشون داریم بعدا ولی اون چیزی رخ داد که اون اتفاقات غیر قابل تصور و عجیب و غریب زمان رضا شاه بود برست. که تو نشست آینده اون موقع بهشون میرسیم که اون پرانتز غیر عادی پهلوی رو با خودش برآورد و اصلا یه چیزای غیر قابل تصوری و بعد حالا تو توصیف اونها بعد اون خیلی 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 جالب تر از خود این کارهای بزرگ بعدا شکست پهلویه که برخلاف اون چیزی که همین روشن ایران میگن که بازمانده همون روشن فکرای عجب و غریب زمان قاجار هستن اینه که ربطی به کمود دموکراسی نداشت پرت و پلاس دلال روحی درونی داشت که عموم ام، قوم با خودش بیگانه شده بود یعنی از اون زندگی شکنجه روحی می... از اون زندگی رو پیشرفت شکنجه روحی میکشید ولی الان مسئله دورن سرآغاز این شکنجه روحی رو به پیشرفت رو رضا تازه میخواد الان آغاز کنه که ما تو نشست آینده بهش میرسیم بسیار عالی است بنابراین من هنگامی که صحبت از پرانتز پنجاه و چند ساله دوره پهلوی میشه برای اینه که بگیم در این هزار سال گذشته این پرانتز پنج و چند ساله یک استثناس قاعده نبوده شما تصور نکنید که تو این هزار سال یه همچین دوره های ما داشتیم این اگر هزار سال گذشته رو یک واقعیت ترخ بگیریم یک کابوس بدونیم این یک رویای کوتاهی بود که متاسفانه کسانی که داشتن خواب رو میدیدن اون خواب شیرین رو از خواب بیدار شدن و برگشتن به واقعیت پس از 1357 در ایران و آن 41 سالی که گذشت که به ۱۱ دلیل همانندی های شگفت انگیزی داره با میانه دوره قاجار که دیگه اوج دوره زوال و افول شعور و منطق و اخلاق در ایران زمینه پیش از اینکه برنامه رو به پایان ببریم به میانان یادآوری میکنم مسابقه شاهنامه ای که جنبش رنسانس ایرانی داره انجام میده رو ازش استقبال کنید شرکت کنید به دوستانتون که کار هنری میکنن تو زمینه شعر نگارگری تندیس سازی موسیقی نمایش نقالی خوشنویسی تشویقشون کنید تو مسابقه شرکت کنن آگهی کوتاه این برنامه مسابقه هم الان پس از گفتگوی من و شهرام پخش میشه و در پایانش ایمیلی هست که با اون ایمیل میتونید پیوند کنید و در مسابقه شرکت کنید بنابراین خود کار کاغذ داشته باشید که آدرس ایمیل رو بنویسید البته ایمیل خیلی سر راسته شاهنامه ایران شهر at شاهنامه ایران شهر at و موعد فرستادن کاراتون هم تا اوایل دی ماست بنابراین کمتر از دو ماه فرصته و امیدوارم که در این زمینه شتاب کنید شرم جان سخن آخر مطبی هست فقط میتونه اگه بیشتر بگیم فعلا بیننده گیج کنه چون این صحبت هایی که من میکنم بس که فرق داره با بقیه آنالیز که تا کدون رواست در جریان من از بیننده ها خواهش میکنم فعلا یه دو سه نشست فقط گوش کنن و بسیار... در پایان خواهند دید که این رشته ها یک دستگاه تفسیری نوعی یک معنایی میده که قبلش تا کنون جای دیگه ندیدن صد درصد همین گونه است بنابراین مهر کنین دوستانی که علاقه نه برنامه پیشین رو ببینید اگر دیده اید این برنامه رو هم دیدید دو تا برنامه سب کنید که ما دوره رزاشا رو بریم جلو و به دوره محمد رزاشا با انقلاب برسیم فکر میکنم که دو سه نشست خیلی جالبی برای شما شاید بشه از زبایای متفاوتی این تاریخ معاصر رو آنالیز کرد سپاس بسیار از توجه همگیتون و بدرود شرم جان بدرود بدرود